روز 13 آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز مبارزه با استکبار جهانی نام گرفته و همساله در سراسر ایران به مناسبت این روز راهپیمایی‌های حکومتی برگزار می‌شود. برای اطلاع از حواشی و جزئیات مراسم 13 آبان امسال همکارم بهروز صمدبگی در استودیو با ماست. بهروز، مقامات ایرانی امسال چه موضعی اتخاذ کردن، مخصوصا بعد از داستان برجام و به نوعی رابطه با آمریکا؟ مثل هر سال آقای خامنه ای سخنرانی داشت در آستانه این روز و باز هم همون در واقع مواضع خودش رو با ادبیات خاص خودش تکرار کرد. دوباره آمریکا رو دشمن نامید، بعد گفت که بدعهد و پیمان شکن هستن آمریکایی‌ها. امسال یک بخش عمده ای رو هم به انتخابات آمریکا اختصاص داده بود و سعی کرد که از منازعات دوتا کاندیدا برای اثبات ادعای خودش در مورد ضعف آمریکا در واقع شاهد مثال بیاره. از مقامات دولتی میشه به محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اشاره کرد که آقای نوبخت در بین صحبتاش گریز به بحث ایران و آمریکا داشت و گفت ما به قول‌های آمریکایی‌ها اطمینان کامل نداریم. وزارت خارجه هم متن سخنرانی چند روز پیش آقای ظریف رو به مناسبت امروز منتشر کرده که وزیر خارجه ایران میگه که آمریکا ابرقدرت جهان نیست و اینطور نیست که هر چی دلش بخواد همون بشه. مثلا در مورد سوریه نیاز به همکاری و کمک ایران داره و نمیتونه چیزی که خودش رو میخواد رو در سوریه پیاده بکنه. یعنی مراسم امسال هیچ تفاوتی با سال‌های گذشته نداشت؟ شاید بشه گفت امسال در دومین 13 آبان پس از برجام کمی رقیق‌تر بود مراسم 13 آبان. به عنوان مثال من میتونم اشاره کنم به اینکه سال گذشته در مجلسی با اکثریت اصولگرا 192 نماینده نامه‌ای نوشتن و تأکید کردند که شعار مرگ بر آمریکا باید حفظ بشه و اون رو نماد جمهوری اسلامی دونستند. اما مثلا امسال آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس یک موضع کاملا متفاوت گرفت و گفت اگرچه میشه به خاطر التهابات اوایل انقلاب حمله به سفارت رو فهمید، اما اینکه این گروگانگیری این همه طول کشیده باعث شده که تصویر داعشی از ایران در دنیا ترسیم بشه و این رو مقدمه و زمینه ساز حمله عراق به ایران دونسته و گفته که باعث شده که هیچ کشوری بعد از اون به کمک ایران نیاد و ایران تنها بمونه و تصویر نامناسبی از ایران نقش ببنده در اذهان جهانیان. سپاسگزارم بهروز صمدبگی از توضیحاتی که دادی.